تفسیر متضاد باندها از قطعنامه، خطر یا نعمت، ارگان باند مؤتلفه رسالت، سالک نماینده مجلس. اروپا در صدد ایجاد لانه جاسوسی برای کمک به فتنه‌گران در ایران است. ارگان باند مؤتلفه رسالت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. بیانیه پارلمان اروپا نشان عمق دشمنی با جمهوری اسلامی است. ارگان قضایی آخوندی حمایت. رئیس دیوان عدالت اداری، اقدام پارلمان اروپا سخیف و غیر منطقی است. ارگان بسیج ضد مردمی جوان، قطعنامه پارلمان اروپا هر گونه رفع تحریم ها و گشایش در روابط اقتصادی با ایران را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای موکول کرده است. در این حال اروپایی ها را موظف کرده که از همکنون در مسائل داخلی ایران دخالت کرده و سلطه استعماری غرب را در پوشش حمایت از حقوق بشر بر مردم ایران تحمیل کنند. این سوال اساسی مطرح است که چه عاملی اروپایی ها را در تنظیم این قطعنامه استعماری علیه ایران امیدوار کرده است؟ آیا اقدام آنها مبتنی بر برآوردی از نتیجه مذاکرات هسته‌ای است، یا برآورد از محیط داخلی ایران، یا اینکه در مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا نکاتی مطرح شده است که قطعنامه محصول آن شده است؟ قطعنامه اتحادیه اروپا نشان دهنده تقسیم کار امریکا و اروپا در دو موضوع اصلی مواجهه غرب با ایران، یعنی موضوع هسته‌ای و حقوق بشر است. ارگان باند مؤتلفه رسالت، حسن روحانی. در 4 سال گذشته 60 قطعنامه با ادبیاتی تندتر از قطعنامه اخیر توسط این پارلمان علیه ایران صادر شد که هیچ ارزشی نداشت و در خصوص آن سر و صدایی هم نشد. قطعنامه پارلمان اروپا دارای بندهای نظیر تأکید بر مذاکره و بهره‌گیری صرف از راه حل سیاسی بر سر برنامه‌های هسته‌ای است که به وضوح در تضاد با نظر برخی دولت مردان آمریکایی مبنی بر وجود همه گزینه‌ها بر روی میز است می باشد. تأکید بر توسعه همکاری‌ها با ایران، استقبال از توافق موفق هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق دائم از نکات مثبت این قطعنامه است. ارگان باند مؤتلفه رسالت، تخت روانچی. مسائل خارج از پرونده هسته‌ای ایران تأثیری بر روند مذاکرات ندارد. روزنامه حکومتی آفتاب یزد، مجید انصاری معاون روحانی در امور پارلمانی، چرا در مقابل 60 قطعنامه گذشته واکنشی نبود؟ روزنامه حکومتی مردم سالاری، علی خرم سفیر پیشین رژیم در مقر اروپایی ملل متحد، واکنش تند علیه چنین قطعنامه هایی نشانه قوت ما نیست، باید در موضع گیری و واکنش ها دقت بیشتری شده و مطالبی عنوان نشود که مشکلاتی بر سر راه بهبود روابط به وجود آورد. ایجاد دفتر مانند تأسیس سفارتخانه های 27 کشور اروپایی در کشورمان است که این موضوع به نفع ماست و نباید با آن مقابله کنیم. روزنامه حکومتی اعتماد، علی خرم سفیر پیشین رژیم در مقر اروپایی ملل متحد، به رغم اشکال تراشی ها و ایجاد شک و شبهه توسط تندروهای داخلی و آمریکایی، ورود ایران به مذاکرات دیپلماتیک نه تنها باخت و تسلیم محسوب نشد، بلکه ایران توانست حقوق خود را در بهترین شکل و بهترین سطح و به صورت مسالمت‌آمیز استیفا نماید. جا دارد همه ما سپاسگزار حضرت باری تعالی به خاطر اعطای چنین نعمتی باشیم و احترام آنها که حقوق هسته‌ای ایران را استیفا کردند پاس بداریم. یک هفته پس از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه رژیم آخوندی، آه و ناله های سردمداران نظام ولایت نه تنها کم نشده بلکه همچنان در حال افزایشه. هر روز که میگذره فاصله بین موضع‌گیری های دو باند رژیم بیشتر میشه.
باند خامنه‌ای بر شدت افقانش اضافه میکنه و بیشتر از قبل سران باند رفسنجانی رو متهم میکنه که این قطعنامه نتیجه وادادگی اونهاست. متقابلا باند رفسنجانی روحانی هم آشکارتر از پیش در صدد پس زدن فشارها و حمله به قطعنامه هستند تا به این ترتیب مذاکرات اتمی رو از تیررس این حملات دور کنند. البته سردمداران این باند توی روزهای اول پس از تصویب قطعنامه در برابر موج سنگین حملات باند خامنه‌ای همگی سراشون رو پایین گرفتن تا موج بگذره. اونا گاه با اصارات دوگانه یکی به نل و یکی به میخ زدن تا از میزان فشارها و حملات کم کنن. اولین موضع‌گیری مربوط بود به سخنگوی وزارت خارجه روحانی. دوستان و همراه های خود روحانی مثل لاریجانی و ولایتی یا بروجردی هم با همین تاکتیک یکی به نل یکی به میخ اولین موج حملات رو از سر گذروندن. توی این فاصله روحانی با همین هدف سکوت کرد، اما روز گذشته با حضور توی صحنه و دفاع دو پهلو از قطعنامه پاتک در مقابل حملات باند رقیب رو شروع کرد. روحانی تأکید بر توسعه همکاری‌ها با رژیم، استقبال از توافق موقت هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق دائم رو از نکات مثبت قطعنامه برشمرد. بعد تأکید کرد که این قطعنامه از همه قطعنامه‌های قبلی ملایم‌تر بوده. روحانی طی یک فقره دجالیت بسیجی فریب اضافه کرد که قطعنامه پارلمان اروپا در تضاد با نظر برخی دولت مردان آمریکایی است که میگویند همه گزینه‌ها بر روی میز است. ورود روحانی به صحنه علامتی بود تا سایر کارگزاران باند رفسنجانی در مقابل با باند رقیب بر سر این قطعنامه زبونشون درازتر بشه. مثلا احمد خرم که در زمان ریاست رفسنجانی سفیر رژیم تو مقر اروپایی ملل متحد بود، خیلی روشنتر از اظهارات روز شنبه‌اش به روزنامه حکومتی مردم سالاری گفت ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در تهران با تأسیس 27 سفارتخانه کشورهای اتحادیه اروپایی برابری می‌کند. بعد به باند رقیب هشدار داد که مذاکرات اتمی برای نظام یک نعمت الهی است و مبادا با سر و صدا علیه این قطعنامه روی بهبود مناسبات اثر منفی بگذارید. از اون طرف متقابلا آصفری به نمایندگی از باند خامنه‌ای در جلسه علنی امروز یعنی 19 فروردین مجلس ارتجاء ملاحظات و همه پروتکل‌های معمول رو کنار زد و با اشاره به همزمانی صدور قطعنامه در دور جدید مذاکرات هسته‌ای گفت این قطعنامه با گذشته تفاوت بسیار دارد و آن یک پیام برای کسانی که دلخوش به غرب هستند دارد که اگر آنها فرصت پیدا کنند در همه امور ملت ایران دخالت خواهند کرد. ملاحظه می‌کنید که فاصله موضع‌گیری‌های دو تا باند بر سر قطعنامه اتحادیه اروپا تا چه حد داره از هم دور و رو در روی هم قرار می‌گیره. یکی قطعنامه رو مایه خطر و دخالت و تحقیر میدونه، اما دیگری اون رو وسیله تثبیت نعمت برای نظام ولایت قلمداد میکنه. باز شدن روزمره شکاف در رأس نظام ولایت حاصل جنگ پایان ناپذیر قدرت بین باندهای تشکیل دهنده رژیم آخوندیه که در محاصره بحرانهای لاعلاج هیچ سرنوشتی هم جز تشدید مداوم تا زمان سرنگونی این نظام جهل و چپاول به دست مردم و مقاومت ایران نداره.